بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه، دوست داشتنی و نازنین همه شما عزیزان دلم، شما سروران ارجمند. امیدوارم هر کجای این میهن اسلامی که هستین حالتون خوب باشه، سلامت باشین، انشالله برقرار، موندگار، مانا و بهترین های خداوند هر چه که هست در انتظار شما باشه. حالتون چطوره؟ خوبین انشالله، سلامتین. امیدوارم که بهترین حال و احوال برای شما به ارمغان بیاد و حالتون یا حال متفاوت از عوام مردم باشه و بهترین نتایج رو در طول یک روز شما به دست آورده باشین و با همین انرژی به آخر شب برسونین و این اواخر هفته امیدوارم که برای همتون مهنا باشه و گوارای وجودتون باشه. بیرون از شهرتون تشریف میبرین، به سفر تشریف میبرین، در کنار خانواده هستین، هر جوری که میگذرونین به کامتون باشه انشاءالله. خیلی متشکرم از اینکه ما رو تماشا میکنین و این برنامه در این لحظات و در این ساعت و در اون وعده‌ای که همیشه با هم دیگه داریم، رأس ساعت 20:30 دقیقه تقدیم شما عزیزان بیننده میشه در 27 روز از اردیبهشت ماه و ما هم افتخار داریم و سعادت داریم که در کنار شما باشیم و همای سعادت بر دوش بنده نشسته که گفتگو میکنم با شما عزیز دل و مخاطب ارجمند. این نکته رو باز هم باید به شما بگم، بالاخره در واقع رفاقت دیرینه ما داریم دیگه، هر چقدر که من قربون صدقه شما برم، قربون نگاهاتون برم که هر شب تماشا میکنیم برنامه رو، یک لطفی رو شما داشته باشیم به بنده حداقل، اونم اینه که از طریق تلویزیون برنامه ما و پخش زندمون رو تماشا بکنید. چرا میگیم تلویزیون؟ دلایل متعدد و متنوعی رو براش گفتیم و خدمتتون عرض کردم. نکته خیلی قابل تأملتر و پر اهمیتتر اینه که خانواده در جریان کار و تجارت و رسالت تاجر قرار میگیره و این خیلی خوبه. ما همه خانوادهمون برنامه‌های مختلف متنوع در کنار هم میبینن دیگه، شما هم در کنارشون همچنین. حالا وقت بذارن خانواده در کنار شما یه برنامه خوب و درجه یک از لحاظ محتوا و خیلی از در واقع نقاط دیگر رو تماشا بکنن و تماشا بکنید که انشالله مثمر ثمر باشه برای همه شما. اما در ابتدای هر صحبتی، هر برنامه‌ای، هر محفلی، هر جمعی اصلا ما سلام میدیم به عزیز دلمون، آقا جانمون، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که بهشون میگم بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند هر یوسفی یوسف زهرا نمیشود. اللهم عجل لولیک الفرج. دلم آرامش میخواد، دلم آرامش میخواد، آقای من کی میاد، کجا دنبالش بگردم، نگرانم میشدش، مهربون تر از خودش کسی رو پیدا نکردم. اگه بود دلی خسته نبود، اگه بود دری بسته نبود، به تن همه جون میرسه، یه روزی آقامون میرسه، یه روزی آقامون میرسه. الهقنی بالحجة، الهقنی بالحجة، الهقنی بالحجة، الهقنی بالحجة. دلم آرامش میخواد. وقت شما بخیر باشه. خیلی متشکرم که ما رو تماشا میکنی. با اعلام ساعت
20:37 دقیقه از استودیو پخش زنده آراد برندینگ در خدمت شما هستیم و یه موضوع جذاب، موضوعی که خیلی اهمیت داره. چرا میگم هر شب این موضوع اهمیت داره؟ واقعا نیست که بازارگرمی بخوام بکنم، تبلیغات بخوام بکنم و اینها، نمیدونم، خوب خیلی ها میشناسن دیگه اخلاق من رو. این که میگم پر اهمیت به جهت این که مرتبط به کار شمای تاجره، شمای تاجر ازش بهره میبرین، استفاده میکنین، وقتی که استفاده کردین ازش به راحتی برای شما پولسازی میکنه، برای شما درآمدهای زیادی که میبره، حتی برند شما رو، اون کیفیت کار شما رو و کمپانی شما رو بزرگتر و قویتر میکنه. این دیگه تموم ماجراست دیگه، اینو در نظر بگیریم. از طرفی چرا میگم این موضوع اهمیت داره؟ به خاطر اینکه هر کدوم از ما بتونیم بنویسیم، مثلا خالق کتاب‌ها و آثار مختلف رو ببینی، چطور میتونن زندگی، سرنوشت و اوضاع احوال یک شخص و یا یک ملت و یک جامعه رو عوض بکنن. به خاطر اینه که هر آنچه که به ایدهشون رسید، به ذهنشون رسید، به تفکرشون رسید، اینها رو پیاده کردن در قالب کتاب و نوشته دست مردم دادن. مثلا بخوایم خیلی ایرانیزش بکنیم و بیایم در دل تاریخ خودمون، اوایل انقلاب رو خیلی از بزرگترها یادشونه دیگه، با اون نوشته ها و اون صحبت ها و اون کلماتی که از مقام رهبری ما که در اون زمان در واقع برای امام خمینی رحمت الله علیه بود، از این طریق میرسید به عزیزان دلمون و هموطنانمون. یعنی این نوشتن و این نوشتن میتونه انقلاب‌هایی رو به وجود بیاره، کما اینکه در واقع جامعه و در حال این روزهای جهان هم داریم تماشاش میکنیم، قلم‌ها و نوشته‌ها و این صحبت‌ها و دیالوگ‌هایی که روی کاغذ میاد و در صفحه میاد میتونه که تعیین کننده یک زندگی و یک خط مش بشه برای یک جامعه. ما در رابطه با نوشتن و بهتر بگم یادداشت نویسی تجاری میخواییم گفتگو بکنیم. همه این مقدمه ها رو گفتم، همه این مصداق ها رو گفتم که شما هم در جریانش قرار بگیرین، که در رابطه با یادداشت نویسی تجاری گفتگو میکنیم و دعوت کردیم از سرکار خانم رستمی، یکی از عزیزانمون در واحد مذاکرات بین الملل، که تشریف آوردن و باشون گفتگو میکنیم و این هم کلامی نتیجه داره و ثمرش تقدیم شما خواهد شد در بخش‌های گوناگون و سوال‌ها و صحبت‌هایی که انجام میشه. سرکار خانم خیلی خوش آمدید. خیلی متشکرم، ممنونم. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما و وقت بخیر خدمت همه بینندگان عزیز. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم، نتایج خوبی پیرامون یکی از مهمترین و تاپ‌ترین موضوعاتی که طی روزهای اخیر روی وبسایت مطرح شده که در واقع همون یادداشت نویسی هست. امیدوارم گفتگوی خیلی خوب و مثمر ثمری داشته باشیم. درود بر شما، خیلی متشکرم از حضورتون. شما چند وقت در آراد دارین کار می‌کنید؟ من نزدیک به 3 سال. ماشاءالله، درود بر شما. خیلی هم عالی. اولین سوالم رو خدمتتون تقدیم می‌کنم و جوابش رو خواهیم داشت. نویسندگی تا چه اندازه می‌تونه به یه آرادی کمک کنه؟ یا بهتره عرض بکنم که در تجارت یک شخص آرادی می‌تونه موثر باشه؟ بله. خیلی سوال خوبی از این بابت که اگر آرادی ها، تاجران آرادی بخوان استارت بزنن حرکت یادداشت نویسی رو، خب باید بدونن که چه پیامدهایی براشون خواهد داشت. با یادداشت نوشتن یک انرژی مثبت، یک تجربه و یک اتفاق خوب رو قرار هست که به اشتراک بگذارن. با چه کسانی؟ قطعاً با کارمندها، قطعاً با تاجران قدیمی‌تر. اما مهمترین قسمتش تاجران جدید و تازه ورود مجموعه هست. خیلی مهمه که اونها این یادداشت‌ها رو بخونن، چون پیامدها در واقع خیلی خیلی مؤثر خواهد بود روی سرنوشت تاجران جدید الورود. به خاطر اینکه خب همه ما روزهای اولمون رو به یاد داریم وقتی که وارد آراد شدیم، قطعاً با الان خیلی فرق داشتیم، قطعاً، و الان خیلی بهتر شدیم، خیلی پیشرفت کردیم، عقایدمون، رفتارمون خیلی خیلی ارتقا پیدا کرده. یک تاجری که تازه وارد جمع آرادی ها میشه قطعاً خیلی شک داره، خیلی شبهه داره،
و حتی اگه خیلی محکم بخواد شروع کنه خیلی باگ ها توی کارش ایجاد میشه. مثلا یه سری اتفاقات براش میفته که شاید دل سرد بشه نسبت به تجارت، شاید یه سری چالش ها داشته باشه که فکر کنه این چالش ها فقط مختص این آدمه، در حالی که به طور طبیعی همه تاجرها اونها رو قراره تجربه کنن. پس ممکنه این باعث بشه که کلا از مسیر تجارت عقب نشینی کنه. یادداشت نویسی اولا که باعث انتقال حس خوب و حس خیر و مثبت اون تاجر قدیمی یا اون تاجری که یه مدت داره کار میکنه و به تجارت یقین پیدا کرده با آراد، اولا که باعث این میشه که حس مثبت و انرژی مثبتی بر خود اون فرد ایجاد بشه. مسلمه وقتی یک شخصی سعی میکنه یک خیری رو اشاعه بده، اول اون خیر گریبانگیر خودش میشه، اول خدا اون خیر رو، اون محبت رو، انرژی مثبت رو میذاره تو کاسه خود اون آدم، رزق و روزیش رو بیشتر میکنه، ارتباطات مثبتش رو بیشتر میکنه. پس اول برای خود اون آدم مفید خواهد بود، چون مینویسه و ما حدیث داریم که علم رو با نوشتن به بند بکشید، و قطعا با نوشتن اون فرد میتونه خیلی ارتقا پیدا کنه از نظر اینکه همه تجربیاتش رو روی کاغذ جاری کنه. پس اولا که برای اون آدم مفیده، دوما برای اون تاجر تازه ورود به مجموعه ما باعث دلگرمی و قوت قلب میشه. مثلا یه سری چالش ها رو باهاشون مواجه میشه و به واسطه اون نوشته که از یک تاجر مثلا 7 ساله ما، 10 ساله ما، 5 ساله ما میبینه، میگه چه جالب، 5 سال پیش، 10 سال پیش یک شخصی وارد آراد شد، توی حوزه فلان محصول میخواست کار کنه و همین اتفاق براش افتاد، همین چالش رو داشت. پس طبیعیه، نرماله. و این اولا که باعث انرژی بخشیدن به خود اون فرد تاجر میشه و در وهله دوم باعث دلگرمی و قوت قلب تاجرهای جدید میشه. و ما به قول مهندس قربانی که توی آخر میتینگشون گفتن، هر چقدر تاجرهای بهتری داشته باشیم و هر چقدر باعث پیشرفت همکارانمون و تاجرهای دیگه بشیم، اتفاق بهتری بر خودمون میفته، مجموعه بهتر میشه، بزرگتر میشه و آدمها با انرژی بیشتری قرار کارشون رو ادامه بدن. خب پس این بر خود ما بهتره. و در واقع یه مثالی هم زدن، گفتن که وقتی که یک در واقع همسایه ما وضعش بهتر میشه، ما خوشحال میشیم. چرا؟ چون اون همسایه قراره حداقل ماشین بهتری بخره، ماشین بهتری تو محله ما پارک میشه. خب این خوبه دیگه، حداقلش اینه. قراره مثلا اگه چراغ محله سوخت، هزینه کنه اون چراغو درست کنه. خب این برای ما خوبه، چه بخوایم چه نخوایم، چه اون آدم از ما خوشش بیاد چه نیاد، قراره یه سری خیرها به واسطه پیشرفت اون برای ما فراهم بشه. همه آرادی‌ها که همدیگر رو دوست دارن و برای هم ارزش و احترام قائلن، قطعاً خیر رسوندن به یک تاجر جدید الورود منجر به ارتقاء مجموعه و ارتقاء اون خود اون شخص و اون تاجر میشه. خب نهایتاً ما یه تیم بهتر داریم، یک تیم خیلی آینده دارتر و در نهایت ایرانی بهتر داریم، حتی برای نمایندگان خارجیمون. هر چقدر ما اینجا ارتباطاتمون قوی تر باشه، پشت هم باشیم و از تازه واردها، چه در بحث کارمندی چه در بحث تاجرها، بیشتر حمایت کنیم، آینده بهتری نصیب خودمون خواهد شد. چون بالاخره سفره یکی هممون سرش نشستیم. پس هر چقدر بهتر این مهمونی رو برگزار کنیم، خیر بیشتری هم نصیب خودمون میشه قطعا. خیلی هم عالی، درود بر شما. حالا یه ظریف بینی داشتین، نکته سنجی داشتین در کلامتون و گفتمانتون، مصداق هم داشتین، عالی بود. اینکه حالا تشبیه میکنین اون محله رو و فضا سازی میکنین برای ما، اینکه یه همسایه چراغ رو روشن کنه جلوی در خونه ما هم روشن میشه و این رو نباید ازش غافل بشیم. و خیلی از قدیمی ترها میبینیم که خیلی با اشتیاق‌تر، خیلی با، البته جسارت نکنم به عزیزان جدید، میخوام این رو بگم، این تفکر رو میخوام برسونم که انقدر اونس زیاده، انقدر الفت زیاده که میان مینویسن و این مطالب رو از زندگانی خودشون، از اتفاقات روزمرهشون یا حتی دستاوردهای تجاریشون میان مینویسن، از سمت دیگه دیگران میان میخونن، همه این موارد رو میان تماشا میکنن و این جدایی از دلگرمی، جدایی از اون حال خوبه، یه اثری رو در زندگی یک شخص میذاره، اصلا در تفکرش که آقا این شخص تونست، این شخص به پول و ثروت و درآمد رسید و منم میتونم. این چی؟ اون مثلا آقای خیلی خاصی بوده، با گروه خونی خیلی خاصی بوده، نمیدونم خون رنگی داشته، اوضاع احوال خوب، آقازاده بوده، نه، یه شخصی بوده مثل من و شما توی جامعه، راهش رو پیدا کرده و از این طریق اومده به موفقیت رسیده. خیلی عمالی، متشکرم از شما. خواهش میکنم، ممنون از شما. بزرگوارین یه گفتگو هم داشته باشیم به نظرم همین اول برنامه، خیلی هم تأخیر نندازیم بین سوال ها و گفتگو بکنیم با یک بانوی تاجر
سرکار خانم افتخاری که در زمینه لوله‌ها و اتصالات پلی اتیلن دارن فعالیت میکنن. میریم به اصفهان و سلام میکنیم به سرکار خانم افتخاری. ما درود، وقت شما بخیر. زنده باشین، خوب هستین انشالله، سلامتین. متشکرم آقای تحصیل دار. بزرگوار شما. خدا را شکر، عالی. شکر خدا، این که عالی هستین ما هم خوبیم، این که شما عالی باشین ما هم حالمون عالیه درجه. خواهش میکنم. بزرگوار شما. این همه انرژی رو میبینم چطور میتونم عالی نباشم. سلامت باشین. بزرگوار شما. بزرگوار. چند وقته سرکار خانم افتخاری شما با آراد همراهی؟ من در واقع فعالیتم به طور خیلی جزئی از اردیبهشت پارسال شروع شد که توی دوره سفیران استاد تالیا شرکت کردم و 20 روزی و قم بودم و تو دفتر مهندس شاکری. بله. تقریبا 15 روز من اونجا با مهندس شاکری و با چند تا از عزیزان جوانمون و خیلی پر انرژیمون همکاری کردم اونجا. خیلی هم عالی بودم. با آقای صادق جلیلی، با آقای رضا جعفری، با آقای کب خدازاده، با خانم اسماعیل زاده و خواهرشون و چند تا از خانمای دیگه اونجا 15 روز تقریبا همکاری داشتم و یکی از دلایلی که خیلی علاقه من شدم به آراد و آرادی ها همون مدتی بود که قم بودم، ولی یه سری چالشایی داشتم سال گذشته که نتونستم فعالیت هم ادامه بدم، ولی به طور فشرده استارت کارم رو امسال زدم و الان 2 ماهه که با آراد دارم همکاری میکنم و خیلی خوشحالم از این قضیه و یعنی میتونم بگم که تو این 2 ماه اندازه 30-40 سال تجربه کسب کردم. الحمدلله ماشاءالله. خودتون جسارت میکنم. ابوالفضل عکس سرکار خانم رو بندازین روی سیما ببینیم. ببخشید شما خودتون چند ساله این؟ ببخشید جسارت این سوال رو از خانم رو میکنم. نخیر، من 59 سالمه. بله. و تقریبا میتونم بگم 54 سال تا 55 سال سابقه کار دارم. از 4 سالگی کار کردم. درسته. ولی خب اون چند سالی که کار کردم به یه طرف، این مدتی که با آراد دارم همکاری میکنم به یه طرف. خیلی عالی، چون که از صدای شما مشخص بود و هویدا بود که من دارم با خانمی گفتگو میکنم و صحبت میکنم که سالهای سال تجربه به دست آوردن در زندگی، در شرایط کار و خودتون هم دارین بیانش میکنین. این که میگین در این عرض مثلا زنده باشین، در عرض مثلا 2 ماه خورده‌ای تجاربی به دست آوردین، کلامهایی رو به دست آوردین و همه اینها رو ما قطعا باید به فال نیک بگیریم که خدا رو شکر هر کسی تو هر زمینه‌ای با هر شرایطی که داره، اصلا با هر سن و سالی، نکاتی که بهش میرسه، صحبتایی که بهش میرسه، میدونه حق یقین درسته ازش استفاده میکنه. این یعنی نشون میده که شما در جهت خوب و در مسیر خوب قدم برداشتین. 1-2 خودتون خواستین به تغییر بیافتین، زندگیتون رو تغییر بدین که انشالله پربرکت هم خواهد بود این تغییر برای شما. اما من چیزی بود آقای تحصیل دار که من از بچگی دنبالش بودم. بله. و پیگیرش بودم، اما گم شده‌ای داشتم. درسته. و در واقع گم شدم و الان پیدا کردم. بله، خیلی هم عالی، درود بر شما. یه سوالی که از خدمت شما دارم، من از سرکار خانم رستمی همین سوال رو پرسیدم که به نظر شما نویسندگی تا چند اندازه میتونه به یه تاجر توی تجارتش کمک بکنه؟ این رو شما در واقع به ما بگیم و ما هم استفاده بکنیم از کلام شما. خواهش میکنم. خب 100% میتونه کمک بکنه، چون اگر ما صاحب اثر باشیم، اولا که زندگی ما به همین چند ساله زندگی مادی ما محدود نمیشه که ما فکر بکنیم چند سالی عمر میکنیم و بعدم از دنیا میریم و ما برای این چند ساله فقط به دنیا نیومدیم. هدف ما از خلقت ارتقای روحی ما بوده و جاودانه بودن روح ما هست، ولی به هر حال اگر ما بتونیم یه اثری هم داشته باشیم تو این دنیا، قطعا این ماندگاریش بیشتر میشه. بله. مثلا کتاب لئوناردو داوینچی یکی از گرون‌ترین کتابای دنیا است و مال چند صد سال پیش هست، اما
تمام اختراعاتی که الان انجام میشه از قبیل هواپیما هواپیماهای پیش رفته به نام برادران رایتین ثبت شده اولش، اما طراحیشو آقای لئوناردو داوینچی کرده. تانک ها رو که ما بعد ساخته شد طراحیش آقای لئوناردو داوینچی کرده و هزاران اختراع دیگه. آقای لئوناردو داوینچی اینا رو طراحیش کرده و این اثر ماندگار شده و تونستن از روی اون اختراعات زیادی رو داشته باشن و حتی اکتشافات زیادی داشته باشن. از این بسنده نمیشه به اینکه بگیم ما یه اثری داشته باشیم و ما از دنیا میریم پایدش چیه، یا اثر مولانا، حافظ، بعدی و هزاران دانشمند و نویسنده و شاعر و عارفان و عالمانی که داشتیم. پس قطعا میتونه توی رشد یه تاجرم اثر بذاره، هم رشد معنویش هم رشد مادیش میتونه اثر گذار باشه. کما اینکه شما این برنامه‌ای که داشتین رفتید پیش این آقای بنا و باهاشون صحبت کردید، اشکای من همینجور داشت میومد وقتی این کلیپو دیدم. خب قصد ناراحتی اینا نداشتیم، ببخشید. نه از اینکه یه فردی به این فرهیختگی باید بره باعث برنایی بکنه و با درآمد کم تو کشور ما متاسفانه جایگاهی برای نامشخص نشده و امیدواریم که این جایگاه برای این عزیزان باز بشه و مجبور نباشن کار به این طاقت فرسایی انجام بدن با حقوق و دستمزد خیلی پایین. بله واقعا همینطوره و واقعا هم اون اثر اون شخص فرهیخته است که میتونه کمک حالش باشه و ما توی شهرمون و در قم اون کارگری که شما فرمودین کارگر نمونه استان شد و این بنده خدا به خاطر نویسندگیش، به خاطر اون قلمش به این درجه و این جایگاه رسید که خب این لقب ها و این چیزها خیلی برای کسی نون و آب نمیشه واقعا. حالا کارگر نمونه، کارمند نمونه، خب تهش که چی؟ تهش اینه که 5 تومن کارت هدیه میخوام بهش بدن که نمیدن، کمتر از این حرف هست. یا مثلا یه لوح میدن، خب باش همین تموم شد. چیزی که برای اون شخص میمونه اون قلمشه، اون نوشتشه، اون حال و روزشه، اون ادبیاتشه، اون چیزهاییه که از ذهنش خطور کرده و نوشته. شما از حضرت مولانا و حافظ و سعدی و حتی آقای داوینچی یاد کردیم، ما یادمون نره که خداوند متعال همه ی اون چیزهایی که بشر باید در طول زندگی ازش بهره ببره و ازش استفاده بکنه رو در اختیار ما گذاشت و در همون میراثش و در اون کتابش 4 نام قلم رو برد و از قلم و نوشتن و در واقع یادداشت و نوشتن نباید دور بشیم و در واقع جدا بشیم که این هاست که میمونه و خب رسالت پیغمبرمون و کتاب خدا رو هم که در واقع در بینمون داریم و هیچ چیز بالاتر از این و قشنگتر از این نمیتونه باشه. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم. اگر نکته‌ای صحبتی هست ما در انتها در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم. یکی اینکه در مورد میتینگ امشب استاد تالیا بود، بسیار عالی بود. بسیار عالی بود و نکاتی بود که هیچ به اصطلاح استادی بهش شاگردای خودش هیچ وقت اینا رو عنوان نمیکنه و فوت کوزگری رو یاد نمیده که شاگرداش بخوان جلو بزنن. ولی قطعا با این نکاتی که امشب ایشون گفتن توی رشد تاجر و اثر بسزایی میتونه داشته باشه قطعاً و قطعاً رشد سعودی دارن همه تاجر. خیلی همالی الحمدلله بابتش. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم. شب شما انشالله به خیر و نیکی باشه. سلام به خانواده محترمتونم برسون. خواهش میکنم. بزرگ شما سلامت داشتین. قربان شما. شب شما بخیر. خدا نگهدار. شب شما هم بخیر. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم. اما سرکار خانم رستمی برگردیم به استودیو و سوالات هم رو از سرکار خانم رستمی بپرسم. یادداشت نویسی تجاری چقدر باعث اعتبار یه برند میشه و در مورد تجارت که بیایم بیانش بکنیم چقدر اثرگذار در تجارت و در یک کار؟
بله، ببینید یک تاجر وقتی که میخواد کارش رو شروع کنه قطعاً خیلی چالش‌های زیادی خواهد داشت. بله. و خب بعد از اینکه اون تجربه رو کسب کرد و به اون در واقع فوت کوزه‌گری ماهر شد، حالا با توجه به آموزه‌های اساتید علل خصوص استاد تالیا و علل خصوص با تجربه هایی که خودش قرار زندگی کنه و چالش هایی که خودش قرار روبرو بشه و بهشون برسه، نهایتاً یک ورژن خیلی خیلی حرفه‌ای از یک تاجر آرادی خواهد بود. حالا این ورژنی که بهش تبدیل شده رو میتونه در قالب متنی که مینویسه، در قالب یادداشتی که مینویسه، حالا چه توی کامنت ها، چه در بحث جدیدی که مطرح شده، حالا نمیدونم قرار هست به شکل یک در واقع متنی توی خود خبر سایت قرار بگیره یادداشت تاجرها یا هر جور دیگه ای، جدای از کامنت ها این یادداشت ها منجر به این میشه که اون ورژن زیسته خودش و اون آموزش هایی که کسب کرده رو در یک متن نسبتاً کوتاه انتقال بده به اون تاجری که تازه به جمع ما پیوسته و این خیلی مهمه. یعنی اون تجربه زیسته خودش رو میاد در قالب یک متن، یک کامنت یا یادداشتی که قرار روی وبسایت قرار بگیره انتقال میده به یک شخص جدید، یک تاجر جدید الورود که تجربه نداره و این یادداشت‌ها، خوندن مطالب این شکلی و در واقع صحبت‌های این شکلی، انتقال تجربه‌ها و انتقال چالش‌ها میتونه باعث بشه که اون برند و اون فرد و اون تاجر پررنگ بشه تو ذهنش. مثلا وقتی که یک شخصی وارد تجارت با آراد میشه و کلی شاید سردرگمی داره، شاید یه مقداری دلهوره داره، استرس داره، خیلی شاید مطمئن نیست، رو راست باشیم، توی بخش آرادشناسی توی میتینگ آرادشناسی که شبا شرکت میکنیم میبینیم تاجران میگن مثلا 2 سال من با آراد شروع کردم ولی چند ماه دارم کار میکنم. چی کار میکردی تو این 1 سال خورده؟ من دقت نمیکردم، من مطمئن نبودم که راه راهیه که باید توش قدم بذارم، استرس داشتم، فکر و خیال داشتم. و این یک نفری که داره میاد میگه. خیلی از تاجرامون هستن که اصلا نمیان بگن، خیلی از تاجرها تو این لبه معیوب ترس و استرس قرار گرفتن و خب شاید خودشون رو میگن که من در حد تجارت شاید نباشم، شاید تجارت اون مسیری نیست که من بخوام توش قرار بگیرم و هزار تا اما اگر دیگه. یک تاجر حرفه‌ای بعد از چند سال کار کردن با آراد و بالا آوردن برند خودش به واسطه آراد و تحت حمایت آراد، خیلی راحت امروز روز میتونه بیاد با یادداشت نوشتن توی بخش یادداشت ها که میتونه به آیدی تلگرام یا اون شماره‌ای که توی سایت قرار گرفته و بفرسته یا توی بخش کامنت ها بیاد. حالا تو کامنت ها میشه هم اسمو میتونیم ببینیم، هم راه ارتباطی رو میتونیم ببینیم دیگه. خیلی راحت میتونه بیاد انگیزه ایجاد کنه تو دل این تاجر جدید الورود. چند روز پیش تو یکی از میتینگ ها که خودم درش بودم یک تاجری اومد صحبت کرد، تاجر کالای خواب بود من فکر میکنم، پارچه و کالای خواب داشت صحبت میکرد، انتقال تجربیتش انجام داد، تموم شد، یه خانومی سری اومد گفتش که میشه به این آقا بگید شمارهشو بنویسه، من تأمین میخوام، تأمین من میتونم باشن ایشون. یعنی حتی نه اینکه بره یه تأمین مستقیم پیدا کنه، میخواد از تاجر آرادی تأمین کنه. پس یک تاجر آرادی با پررنگ نشون دادن خودش در وبسایت و بخش یادداشت ها میتونه یه برند قوی بین خودمون برای خودش بسازه و خیلی از تاجرهای ما که جدیدالورود هستن علاوه بر مطمئن شدن میتونن از در واقع این فرد به عنوان تأمین استفاده کنن، به عنوان مشاور استفاده کنن، خیلی جاها شریک تجاریشون میتونه باشه قطعا. و خب یه نکته دیگه هم که وجود داره اینه که جدا از بحث مالیش و سود مالیش، حس مثبت برای خود اون تاجر که داره اون تجربه رو منتقل میکنه و هر چیز دیگه، یه بحث مهم دیگه هم هست. اون تاجر یک خانواده داره، به جمع ما پیوسته و الان استارت قوی رو نزده. از طریق مطالعه کردن یادداشت‌ها و کامنت‌های مثبت، انتقال تجربیات، راه حل‌ها برای چالش‌های ابتدایی میتونه یک قوت قلبی بگیره و سریع‌تر شروع کنه و اون خانواده به اون رفاه مالی سریع‌تر برسن، اون تأمین کننده چرخ اقتصادیش بچرخه و اون کارگری که از اون کارخونه، از اون تولیدی داره نون می‌بره سر سفره زن و بچه‌ش، خیلی سریع‌تر این اتفاق براش بیفته. یعنی با یک حرکت خیلی مثبت، با جاری کردن افکار و تجربیات و چالش‌هایی که تاجرهامون حل کردن بر روی کاغذ، حالا کاغذ هم که نیست، بر روی در واقع به شکل تایپی،
میتونن میلیون ها تاثیر مثبت ایجاد کنن، میلیون ها تاثیر مثبت ایجاد کنن در بین تمام تولید کننده ها و تامین کننده های ایرانی، در بین کلی تاجر جدید الورود و خانواده های اونها و خانواده های اون تامین ها و همه اینها مثل یک دومینو هستن که همشون پشت سر هم چیده شدن و با یک حرکت مثبت و یک کمک کوچیک به یک تاجر جدید کلی اتفاق مثبت میفته که ما فقط اصل موضوع رو داریم میبینیم، از پشت صحنه آگاه نیستیم. پس پر از خیر و برکت خواهد بود برای اون فرد. خداوند جواب هیچ نیکی و هیچ حرکت مثبتی رو بی پاسخ نمیذاره. وقتی که یک شخصی یک تاجری با نیت خوب میاد و حالا هم برند خودش رو میاره بالا در ذهن کسانی که تازه دارن به ما میپیوندن و پیوستن، خیلی وقت پیش و هنوز شروع نکردن جدی، چون تاریخ پیوست داریم و تاریخ شروع خیلی فرق میکنه اینا، و حالا بعد از این تاریخ پیوست و شروع تاریخ همدل شدن هم بالاخره هست. وقتی که بیاد و با بالا آوردن برند خودش در وهله اول باعث بشه که اون فرد جدی بیاد استارت بزنه و بجن که چندین ماه و حتی سال از عمر تجارت خودش در آراد رو هدر بده یا جدی تر شروع کنه، کلی خیر و برکت اول برای برندش و برای خودش پیش میاد، دوما که خب کلی تاثیر مثبت میذاره توی جامعه، توی زندگی اون فرد تاجر و قطعا خودش. همه اینا برمیگرده برای خودش. درود بر شما، خیلی متشکرم ازتون. بریم یه تماس تلفنی دیگه هم داشته باشیم. دومین تماس تلفنیمون رو تقدیم حضور شما عزیزان بیننده میکنیم. بریم به بوشهر و گفتگو میکنیم با یه عزیز خونگرم و دوست داشتنی که در زمینه چای و خرما و مشتقات خرما دارن کار میکنن، جناب آقای فیاضی عزیز و بزرگوار. قربان، سلام علیکم، شب شما بخیر باشه انشالله. سلام علیکم جناب تحویلدار، شب شما بخیر، همچنین میهمان برنامهتون سرکار خانم رستمی و همه آرادیه عزیز که صدای ما رو میشنون. ارادتمندیم، زنده باشی. من روخ ماه شما رو هم دارم تماشا میکنم و همچنین بیننده هامون دارن شما رو در واقع تماشا میکنن. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشی. ماشالله جوانی، ماشالله درجه یک و قبراق. آقا چند سالی عزیزی؟ ما بالا متولد 68. خوبه خوبه، خیلی هم عالی، ماشاءالله. و اینکه چند وقت با آراد همراهی و همدل؟ من از سال 98 والا آشنا شدم و حالا تا اون موقع آراد از طریق مراسم هایی که توی سالن های تهران کنفرانس هایی که اونجا برگزار میکرد اونجا آشنا شدم. بعد کم کم مراسم قومشون هم شرکت میکردم. بعد از که اعتماد جلب شد متوجه شدم سیستم کار چیه، خیلی علاقه من شدم، چون من خودم رشتم بالا، من عمران خوندم ولی خب خیلی هم علاقه داشتم، ولی خب ته ذهنم تجارت رو دوست داشتم، ولی خب هیچ راهی نمیدیدم برای اینکه ورود کنم به تجارت با توجهی که دستمون خالی بود و نمیدستیم باید چیکار کنیم. تا اینکه با آراد آشنا شدیم دیدیم خب این مسیر خیلی نزدیک هدف ما و از سال 98 ما استارت رو زدیم و الان در خدمت شما هستیم. ماشاءالله با شما، درود بر شما، خیلی هم عالی، خدا قوت بهتون. اما بپرسم هر آنچه که از سرکار خانم رستمی پرسیدم اونم اینه که نوشتن و یادداشت نویسی تجاری چقدر باعث معتبر شدن یه برند میشه؟ این رو با توجه به سابقه و سابقه و تجربه خودتون در امر شیرین و مفید تجارت برای بیننده ها بگید. سرکار خانم که از بعد در واقع مسائل مختلفش و جنبه بین المللیش هم حتی گفتگو کردن با مخاطب ها، چون که خب زمینه تجارت و در واقع فعالیت های خارج از کشوری هم دارن، چون مذاکرات بین الملل ما هم همینه، شما برای عزیزان تاجر از نوع نگاه خودتون که همسنفی هم هستین برای ما بفرمایید. در خدمت. بله خب توی بحث نوشتن من به نظرم چند تا جهت داره. حالا از یه جهت یه تاجر نویسنده باید باشه توی لیست برنامه هایی که در طول روز باید انجام بده، در طول سال باید انجام بده، یعنی باید همیشه یه برنامه و لیست کارهایی داشته باشه. حالا این هم خودش یه جور نویسندگی میخواد. ولی خب توی بعد برند اگه بخوایم صحبت کنیم، وقتی که یک خواننده یک مطلب میاد که
روی محصول شما مطالعه میکنه میبینی شما یه متنی رو نوشتید در مورد مثلا خرما، خب اون تخصص شما رو نشون میده که اون اطلاعات چقدر مفید باشه، چقدر تخصصی شما صحبت کردین و این برمیگرده به در نهایت منجر میشه به اعتماد اون خواننده به شما که شما چقدر متخصص هستید توی زمینه کاری خودتون و این نوشتن نهایتش منجر میشه به شکلی اون اعتماده و حالا اگه قرار باشه همکاری انجام بشه خیلی راحت‌تر شکل میگیره. خیلی عالی. چون که خب بالاخره تاجرا در رابطه با محصول می نویسن و خود شما هم قطعا این تجربه رو داشتین که در خصوص محصولتون می نویسین، هر چقدر می نویسین دنبال ادبیات های بیشتر، یا بهتر بگم دنبال کلمات بیشتر، دنبال واژه های بیشتری می گردین. خب این کمک میکنه به دایره لغات یک تاجر. از سمت دیگه این نوشتنه، تمرین و تکراره، گرفتن از مغز و به در واقع کاغذ دادن یا به صفحه سایت دادن، به هر موضوع دیگه یا هر مجرا و جریان دیگه، این تمرکزه، این در واقع رسوندن مفاهیمه خیلی کمک میکنه به تاجری که بتونه اطلاعات محصول خودش رو حداقل بالا ببره. شما در دو زمینه داری کار میکنی، یک چای، دو خرما و مشتقاتش. از یک تاجر قدیمی و با سابقه برمیاد که توی دو محصول کار بکنه. چرا؟ چون که خب ما میگیم هر کسی که اولین کارش هست، یا بهتر بگم اصلا تجربه خرید و فروش نداشته، در زمینه تجارت وارد میشه، بیاد روی تک محصول کار بکنه که ذهنیت داشته باشه، تمرکز بکنه، متمرکز بشه رو محصول و موفقیت برسه. الان میبینیم خدا شکر شما دو تا محصول دارین کار میکنی و الان هم هیچ در واقع نیازی نیست که متمرکز خاص و خالص بشین رو هر دوش بخواین کار بکنین. چرا؟ شما تمرکزاتون رو گذاشتین، فکراتون رو گذاشتین، کار کردن رفقاتون هم دیدین، کار کردن خودتون هم دیدین، به اینجا رسیدین. یه تجربه اینجوری هم به ما بگین رفته رفته چه میکنه این نوشتن و قاعده نویسندگی تجاری به کجا میرسونه آدم رو در بحث حالا پولدار شدن و درآمد و این چیزها. عرضم خدمت شما، حالا یه نکته هم بگم، حالا من فقط خرم مشتقاتش و اینا کار نمیکنم. حالا در طول مسیر ما چون یه موقع مشتریامون مثلا میان در طول سال یه فصل میان خرم اصلا نمیخرن، یه محصول دیگه میخوان، میان درخواست دیگه میکنن و ما هم طبق بگیری که انجام میدیم، الان مثلا من حالا چون بوشهری هستم تامین میگوی خیلی قوی دارم، بعد خدمت شما عرض کنم که با توجه درخواست مشتریان پسته خوب الان تامین خوب هستم. منظور اینه که حالا در طول مسیر وقتی که این تجربه و زمانی چند بخوره بهش، شما تامین های خیلی قوی توی محصول های مختلف میتونید به دست بیارید. فقط نمیشه فقط روی محصول نیاز نیست کار کنید، میتونید روی چندین محصول کار کنید و فروشتون انجام بدید. حالا اون نوشتن هم که شما میفرمایید، خب عرض کردم حالا توی مسئله آشنا شدن، حالا مثلا ما توی سایت همون که نویسندگی میکنیم، خب خیلی از دوستان که توی مسئله های دیگه کار میکنن ترجیحشون اولویت اول اینه که با افرادی که توی مجموعه آراد هستن اونا کار کنن. وقتی که میبینن آقا تامین خوب توی آراد هست، اولویتشون اینه که با اونا کار کنن. بعد یه تیم قوی سازیم، تیم داخلی توی محصول های مختلف الان ما تامین داریم و این منجر میشه به فروش همه اون اعضای تیم، فقط یه نفر نه، هم اون ما رو داره هم ما اونا رو داریم و اینجوری فروش بالا میره، برند معتبر میشه، درآمد بالا میره و اینطور اون نوشتن تاثیر خودش رو توی درآمد اینجا هم نشون میده. کاملا درست. خیلی متشکرم قربان، انشالله که موفق تر از الان بشین و بهترین های خدا روزی و ارزانی شما باشه. نکته دیگه نمیمونه، صحبت دیگه هم نمیمونه. شب شما بخیر. یا علی مدد، سلامت باشید. خیلی ممنونم، زنده باشین. قربون شما برم، متشکرم. اما عزیزان بیننده، بخشی رو دوستان من براتون آماده کردن، این بخش رو به اتفاق تماشا میکنیم و برمیگردیم. بفرمایید. سلام، ممنونم.
نویسندگی در واقع من تاجر بخوام نویسندگی رو انجام بدم، تمام تمرکز خودم رو میذارم برای نوشتن و چون تمام تمرکزم رو برای نوشتن میذارم، میدونم که کسانی که این نوشته من رو میخونن با ذهنیت و دیدگاه من آشنا میشن و چون اونها با نوشته های من قرار من رو بشناسن، تمرکزم رو بیشتر میکنم و این در واقع تو زمینه تجارت من باعث میشه اون عقل و بیان خودم رو در واقع مهارت های خودم رو بیشتر بکنم. نویسندگی به یک آرادی اعتماد به نفس بالایی میده. شما میتونید با نویسندگی به پند بیان بهتری داشته باشید، حتی شمرده تر صحبت کنید. به طور کلی نوشتن باعث میشه که خودمون هم بتونیم توی اون کارمون دقیق تر باشیم، بتونیم اطلاعاتمون رو ببریم بالا. هر چیزی رو که بنویسی توی ذهنت بیشتر جای میگیره و وقتی بتونی این تجربیاتتو به واسطه نوشتن با بقیه تجار به اشتراک بذاری، اونها ببینن چه فعالیت‌هایی انجام دادی، چه کارهایی انجام دادی تا تونستی به این جایگاه و به این موفقیت برسی، خواه ناخواه اونها هم عاشق شما میشن، عاشق نوع فعالیتتون میشن. این یادداشت نویسی های تجاری باعث میشه که ما بتونیم تجربیات موفق و خوبی که تو این مسیر داریم رو به اشتراک بذاریم و به تبع وقتی این اشتراک گذاری شکل میگیره، ما در نزد بقیه معتبر و مهم دیده میشیم و خب همین اصل موجب میشه که ما در نزد بقیه معتبر دیده بشیم. خب شب شما بخیر باشه. خیلی متشکرم از اینکه ما رو تماشا می‌فرمایین عزیزان دل، سروران ارجمند. و ما می‌خوایم بخش دوم میشه دیگه. آره، تقریبا قریب به 45 دقیقه است که از برنامه‌مون گذشته و بخش دوم برنامه رو آغاز می‌کنیم با حضور سرکار خانم رستمی بزرگوار. ایشون مذاکره کننده ما هستن در بخش بین‌الملل آراد. اما خب نوشتن و نویسندگی یه قاعده داره دیگه، بالاخره از یه جایی باید شروع کرد. فوتبالیستا میگن ما از زمین خاکی شروع کردیم، یه عالمه کارها و فعالیت‌های این چنینی باید انجام بدیم. مصداقی دارم خدمتتون میگم که باید از یه جایی شروع بکنیم که به یک نویسندگی برسیم، هم در واقع زندگیمون میتونیم روایت بکنیم. یه سری داستان‌ها خیلی خالقش هستن، میتونن بنویسن و خیلی از موضوعات دیگه که در یادداشت نویسی تجاری به درد همام میخوره، چه در مذاکرات پیامیمون، چه در نوشتنمون برای در واقع سخنرانی در محافل و مجالس مختلف و خیلی از موضوعاتی که خیلی نمیخوام بهش بپردازم که حاشیه میشه. اما سرکار خانم رستمی، کامنت نویسی چقدر میتونه به یادداشت نویسی شدن و تبدیل شدن یه تاجر کمک بکنه؟ دقیقاً. حالا پیرامون همون مطلبی که خودتون فرمودید، فوتبالیستا میگن اصلا میخاکی شروع کردیم، از کامنت نویسی میشه شروع کرد. یعنی کامنت نوشتن استارت خیلی از اتفاقاست، نه فقط یادداشت نویسی، چون الان هم شرکت خیلی اهمیت میده به موضوع کامنت نوشتن و کامنت گذاشتن، چه برای کارمندان چه برای تاجرا که حالا زری پروموشنشون میره بالا و خدماتشون بیشتر میشه. برای کارمندا هم خب امر واجبه، اونه به قول مهندس قربانی سرمه چشامون باید باشه. بله، وبسایت. ببینید کامنت نوشتن یک لازمه داره، یک الزام داره، اینکه من بخوام برم کامنت و نظر بذارم روی یک وب، روی در واقع انتهای یک خبر، باید اون خبر رو بخونه. پس این خوندن اون خبر، تماشای اون ویدیویی که دوستان زحمت کشیدن و قرار دادن آپلود کردن، خودش منجر به رشد من تاجر یا من کارمند میشه. پس اولا که من باید بخونم تا بتونم بنویسم کامنت رو، پس من به واسطه الزام کامنت سایت رو بهتر میفهمم و این توی تجارت من، توی کارمند بودن من قطعا کمک میکنه. پس اولا که کامنت گذاشتن منجر به این، به واسطه این کامنت میذاریم که مطلب رو بخونیم، پس این خیلی خوبه. دوما که چه تأثیری داره خود این کامنت در یادداشت نوشتن بهتر.
گفتیم اون یادداشت از تجربیات میاد، کامنت گذاشتن لازمش وبسایت رو چک کردنه، پس همه اینها به هم وصلن. و اگه من میخوام، من تاجر یا من کارمند میخوام یک یادداشت خوب بنویسم، باید حتما قبلش کامنت گذاشتن رو یاد گرفته باشم. یعنی به واسطه کامنت گذاشتن وبسایت رو چک کردم و با تداوم این فرایند من یادداشت بهتری میتونم بنویسم. چرا؟ به خاطر اینکه به تمام مطالب سایت اشراف دارم، همه آپدیت های جدید وبسایت رو میدونم، استراتژی مدیران ارشد رو میفهمم، از آخرین تغییرات خبر دارم، پس کامنت گذاشتن باعث میشه من آپدیت باشم توی سیستم. درست. و نهایتا حالا اون کار تجارتم یا کارمندی رو بهتر انجام بدم که منجر میشه یادداشت های بهتری بنویسم. پس کامنت گذاشتن تأثیر مستقیم توی رشد و ارتقای شخصیت من آرادی داره که نهایتا منجر میشه بتونم یادداشت های بهتری به عنوان تاجر بنویسم، چون این یادداشت ها حالا موضوعات مختلفی داره، تجربیات، چالش ها در رابطه با مسائل اقتصادی اوایل تجارتشون حالا تاجرها میتونن بنویسن، که همه اینها میتونه ادغام بشه با مطالب سایت، یه خروجی خیلی خوبی در قالب اون یادداشت قطعا میتونه داشته باشه. خیلی هم عالی، درود بر شما. چیزی میخواستم در رابطه با یادداشت و کامنت ها و اینا بگم، از ذهنم رفت. حتما اگر این مطلب به ذهنم اومد حتما برای بیننده ها میگم، که خیلی هم برای اهمیت دار بود و خیلی هم جذاب بود، که حالا انشالله بهش اشاره میکنم. در بین صحبت های شما این ایده به ذهنم رسید که بگم، خب اشکال هم نداره، حالا یادم میفته به خاطر فعالیت زیاد و خستگی ایناست که این رو بهتون بگم. از زانه بیننده، ما مراسم داریم یک شنبه شب، در سایتمون هم نوشته شد و قرار داده شد. الان یادم افتاد موضوع رو، ببینید گفتم سایت، یادم افتاد. شما ببینید سایت رو، قلم رو ببینید، اون نویسنده‌ای که با این تحریر خوشگل اون مطالب رو می‌نویسه استدلال داره، با در واقع موزه های مختلف گفتگو میکنه، میبینید دلگرم کننده است، مقتدره، یک جایی ناراحته، یک جایی در واقع میخواد گوش زدی رو به کسی داشته باشه، همه اینا رو ببینید. این از فکر بلند و یک نویسندگی جذاب برمیاد. پس در نظر داشته باشیم ما شروع بکنیم به نوشتن، خودآگاه یا ناخودآگاه به اون مقام و اون معرفت نویسنده واقعی تبدیل میشیم، که میتونیم اینطوری بیان بکنیم خیلی از نکات رو. اما ما یک شنبه شب 30 اردیبهشت ماه مراسم داریم، میلاد مبارک و مسعود امام رضا رو داریم، امام رضایی که هممون عاشقانه دوستش داریم، دلمون میتپه براش و دوست داریم در واقع همیشه و همواره نگاه امام رضا به زندگی ما باشه و هر سری که ناامید شدیم از کل دنیا و اتفاقاتش با امام رضا درد و دل کردیم و ازش حاجت خواستیم و سریع و رضاست و به ما دادن امام رضا هر اون چی که ما خواستیم. اما ما آرادی هم خیلی ارادت داریم به امام رضا و اصلا یه جشن متفاوت، یه جشن با حال خوب با افراد شناخته شده توی کشور، انشاءالله یه برنامه جذاب در خور شأن شما رو تقدیم میکنیم، هم پخش زنده داریم، هم دعوت میکنم از شمای بیننده وقت بذارید تشریف بیارید، تشریف بیارید به شهر مقدس قم، سالن همایش های قدیر و رأس ساعت انشاءالله برنامه رو شروع خواهیم کرد. گفتم که دیگه در جریان قرار بگیریم، ما به رسم همیشه و به رسم مهمون نوازی آراد در کنار همدیگه یه مراسمی رو داریم. این که میگیم مهمون نوازی، نه اینکه ما مثلا مراسم رو ترتیب داده باشیم بگیم آقا شما به خاطر ما بیاین، نه، مجلس و مراسم برای امام رضا است. ما میزبانی میکنیم از همه عزیزانی که از اقصا نقاط ایران میان و در واقع مرکز همایش های قدیر در سالن تبلیغات اسلامی خدمتگزار همه عزیزان هستیم. یه جشن پرشور میخوایم داشته باشیم، خیلی براش فکر کردیم، خیلی هم براش ذوق داریم، ان شاءالله که بهترین نتایج و عملکرد رو برای شما داشته باشه انشالله. در طول برنامه یادآوری میکنم، متذکر میشم که شما هم انشالله از این مراسم جا نمونین و بیاین دیگه، بیاین در کنار هم خوش باشیم انشالله. شما که جایی نمیخواییم بریم، شما که هستیم حتما هستیم، خوبه، خدا رو شیم. خب بریم یه گفتگو تلفنی داشته باشیم دیگه، طبیعتا بریم به استان البرز و گفتگو بکنیم با یک تاجر عزیز. میدونید دیگه خانم رستمی، ما سیدا
پسرمو دخترمو خطاب میکنیم. عزیز ما جناب آقای حسینی، سید رضا حسینی، تاجر عسل و ظروف پلاستیکی هستن، پسرموی ما هم در واقع محسوب میشن. میریم به کرج و پسرمویی که من ندیدمشون ولی ارادت دارم خدمتشون، با هم دیگه انشالله گفتگو خواهیم کرد و میرسیم به اتفاقات خیلی خوب و جذاب. جناب آقای حسینی عزیز سلام علیکم، وقت شریفتون بخیر باشه. خوب رو سلام علیکم، حال شما آقای تحویل دار خوبی؟ ارادت زنده باشین، شما خوبی انشالله؟ بزرگوار، مخلصیم، سلامت باشین، تشکر، قربون شما برم، ارادت خیلی ممنون، تشکر، خوشحال شدم تماس گرفتیم. عزیز دلی سلامت باشین. آقای حسینی شما چند وقته در خانواده آراد دارین زیست میکنین؟ من حدوداً 6 ماهی هستش پیام اومده بود، من پیامو پر کردم، با من تماس گرفتن، حدوداً 5-6 ماهی هستش تو آراد هستم و خیلی هم خوشحالم از این موضوع. هر چقدر رفته با آراد دارم اونس میگیرم، خیلی هم خوشحال هستم و خیلی خوشحال کننده است برای من. خدا رو شکر، زنده باشین، الحمدلله بابتش، بزرگوار شما، سلامت باشین. شما در طول زندگی نوشتین، نگارشی داشتین، تحریری داشتین، چیزی رو در واقع دوست داشتین بنویسین، از تفکرتون داشته باشین برای حالا مخاطب، یا میتونه در واقع داخل خانواده باشه یا نه بیرون از خانوادتون، همچین فضایی رو داشتین برای خودتون؟ من برای خودم واقعیتش نداشتم، یعنی قبلا، چون قبلا هم اصلا با از موقعی که وارد آراد شدم قبلا با الانم یعنی خیلی فرق میکنه، یعنی خیلی فرق کرده، چون قبلا نمیتونستم مثلا دورورم آدمایی بودن که ارتباط خوبی نمیتونستم داشته باشم، بعد از هر کی که مثلا بود یه چی میگم حرفی میشنم این آدم نمیتونست ارتباط خوب برقرار کنه. بله بله متوجهم. بله یعنی شما از اون دسته از آدمایی بودین که والا بشینیم خصلت شما رو هم بررسی بکنیم دیگه، در جمع که قرار میگرفتین نمیتونستین به اون شدت و عدت صحبتتون رو به دل دیگران برنشونین. آره صحبت فرق میکرد، بنا از انرژی ها مثلا فرق میکرد، انرژی، آره یه انرژی منفی میگرفتین، اصلا نمیتونستین گفتگو بکنین، دل سرد میشن. میگفتم ولش کن مثلا زندگی آره. همینجوری هستش دیگه، به صورت پروتوکلی آدم زندگیش انجام میده میگذره. ولی واقعیتش از موقعی که وارد آراد شدم به خصوص تو این چند ماه که رفته رفته خیلی اصلا دیدگاه هم فرق میکنه، و از استادای عزیز انقدر فیلم ها دیدم، انقدر کامنت ها رو خوندم، انقدر اصلا خیلی فرق میکنه، یه چیز دیگه است واقعا. میگم الان هر لحظه اتفاقا الان هم تو خوندن کامنت ها بودم، واقعا به نحو احسن آدم انرژی میبر از این آراد بلندی. الحمدلله خدا رو شکر. شما بالاخره طبیعتا دارین می نویسین و برای هر محتوای آراد کامنت میذارین و بهتر بگم نظرتون رو میدین. حالا بارها و بارها نوشته شد در سایت که آقا ما دنبال تعریف و تمجید نیستیم، نظرتون آقا تحلیل در مورد این مقاله چیه؟ شما اومدین در واقع یه عالمه نوشتین نظراتتون رو، میفرمیدین نکتتون چیه؟ رفته رفته آقای تحویل دار عزیز، رفته رفته مثلا آدم اصلا یاد میگیره، بعد میبینه مسیر مثلا چجوریه، مسیر چجوری اشتباه میده، حتی همه اینا به صورت از اشتباه میاد به سمت درست میکنه خودشو، میبینه مثلا طرز حرف زدن، طرز نوشتن، همه اینا رو روز به روز داره میبینه و برای خودش میتونه راحت‌تر حتی بیان و نوشتن و همه اینا رفته رفته، من خودم رو چون دارم میبینم رفته رفته تو آراد برندینگ دارم عوض میشم، تغییرم رو دارم میبینم. الحمدلله واقعا تاثیر داره در بیان، در نوع ارتباط، در نوع صحبت کردن، دایره لغات، اینا خیلی اهمیت داره. میگم مثلا قبل آراد برندینگ هم زندگی همینجوری بود دیگه، هر چی مثلا میشد میرفتم سیاحو میکردم مثلا، الان که هم با کارهای بیرونم و هم با آراد هستم خیلی مثلا دارم خودم رو میبینم به سمت آراد دارم میام و از خدا رو، یعنی خدا رو خیلی شکر میکنم که به این آراد برندینگ ملحق شدم و بتونم خودم رو از این اینکه بلش کنه امروز مثلا اینجوری گذشت فردا رو به از اینجور چیزا خودم رو دارم میبینم به سمت آراد میکشم و تغییرم تو خودم دارم میبینم.
الحمدلله. خیلی حس خوبی، خیلی حس خوبی داره بهم، چون تغییر نیازه. وقتی آدم به سمت و سوی میره که پیشرفت خودش رو میبینه، چه از لحاظ اخلاقی و چه از لحاظ تو کار تجارت بخواد، تجارتی که واقعا داریم میبینیم خیلی خیلی بهتره، خب چرا که آدم از اینجور فرصت استفاده نکنه؟ واقعا همینطوره. خیلی هم عالی آسید، خیلی خوشحال شدم. انشالله که خدا حفظت کنه برای خانواده عزیز بزرگ. سلامت باشین، بهترین ها برای رقم بخور آقا عزیزم. سلامت باشین، ممنونم، تشکر از شما، ممنونم، مرسی، خدافظ، خدا نگهدارت باشه. متشکرم، خیلی هم عالی، متشکرم. خب ما گفتگو هم کردیم با جناب آقای حسینی بزرگوار. اما سرکار خانم، این که آراد از آرادیا میخواد که در واقع یادداشت بنویسم تا در سایت در معرض دیده شدن سایر آرادیا قرار بگیرن، چه اهدافی داره؟ یعنی ما الان خودمون یه عالم اسم و اینها تو ذهنمون هست، من میگم مثلا یه عالم اسم بردم در پخش زنده، ندیدم رخ ماهشون رو، ندیدم به خدا. یا مثلا یه امشب با یه عزیزی گفتگو میکنیم که من بارها و بارها اسمشون رو تو این آنتن زنده بردم و نمیشناسمش، ندیدمشون تا حالا. اینا چه تأثیری داره؟ اصلا به کنه اون میخواییم پی ببریم، نمیخواییم مثلا ظاهری بگیم آه ما فقط میخواییم یک دل بشیم، همه رو بشناسیم. نه، اصلا اینجوری نیست، باید به محتویات خیلی عمیق‌تری اشاره بکنیم. ده. که شما قطعا به ما میگین که این محتویات چی هست. بله صد البته. وقتی که خبر وبسایت رو میخوندم پیرامون یادداشت و اخبار یادداشت، قبل از اینکه بخوان در واقع یادداشت رو مطرح کنن، یه موضوع خیلی مهم رو گفته بودن به قلم خیلی شیوا، که هیچ ماستمندی نمیگه ماست من توش. بله. خب ما هممون کارمندیم و هممون در واقع آرادی هستیم. اینکه من کارمند بیام بگم تجارت با آراد فقط، حالا همش ویدیو از من بره روی وبسایت، فقط من بیام بگم، کارمندای دیگه، ما بیایم بگیم، ما خودمون آرادی، ما خودمون اعضای اصلی و در واقع پیکری اصلی این در واقع خانواده هستیم. وقتی که یک تاجر که کارمند نیست، یعنی به واسطه سرمایه‌ای که گذاشته و کاری که کرده، آزمون‌هایی که دنبال کرده، آموزش‌هایی که دنبال کرده، به یک ورژن بهتر از خودش تبدیل شده و داره تجارت موفق رو پیش می‌بره، وقتی این تاجر که آرادی هست اما جزء در واقع کارمندان آراد نیست، جزء تاجران آراده، این فرد وقتی میاد میگه که در واقع تجارت با آراد خوبه یا تجارت با آراد این ویژگی ها رو داره، این چالش ها رو در ابتدای کار داره، این مزیت ها رو داره و واقعیت ها رو میاد بیان میکنه، این خیلی به مذاق اون تاجر تازه وارد بیشتر خوش میاد، چون دقیقاً داره از زبان یک تاجر مینویسه، تجربه های زیستش رو داره مینویسه. من کارمند هر چقدر هم که نویسنده خوبی باشم، تیم نویسندگان هر چقدر هم که تلاش کنه بیاد بهترین خودش رو ارائه کنه و متن به شکل متن در بیاره و چکیده در واقع تمام مهارت‌های نویسندگی و نوشتاری خودش رو پیاده کنه روی کامنت، وبسایت، بخش یادداشت‌ها یا هر جای دیگه، قطعاً اون تأثیری که یک تاجر بیاد بنویسه از دلش اون رو نداره. پس یک تاجر آرادی وقتی میاد مینویسه، خیلی بیشتر، شاید بگیم مثلا دو برابر، سه برابر تأثیر گذاره روی قلب اون تاجر جدید رو ولد. یعنی ما میگیم که سخن که از دل برایت بر جان نشینه، دقیقا وقتی میاد تجربهش رو میگه، میگه آقا من اومدم این چالش رو داشتم، این دغدغه رو داشتم، از استرس این واقعا روزم شب نمیشد، استرس این موضوع رو داشتم، فلان نکته به هم کمک کرد، شاید به اون فلان نکته، به اون راهکار، راه حله دو ماه بعد رسیده، شاید توی یه همایشی که استاد تالیا داشتن صحبت میکردن اون کلیده رو دریافت کرده و مشکلش حل شده، اون قفل اون مشکل حل شده. و وقتی میاد این تجربه زیسته خودش رو در قالب یه متن مینویسه، حالا توی کامنت یا در قالب یادداشت، اون تاجر جدید رو ورود یا اون تاجری که چند ماه هم هست داره کار میکنه و این چالش رو داره، به جای اینکه دو ماه بعد به اون برسه، سه ماه بعد به اون برسه، توی یه یادداشت به اون میرسه.
و این باعث میشه که در واقع تاجرهای جدید خیلی راحتتر اون برند اون تاجر قدیمی توی ذهنشون اول پررنگ بشه که این آدم بود که به من کمک کرد. میبینید الان خیلی از تاجرها میگن، مثلا وقتی میان حرف میزنن میگن فلان مشاور تجاری پیگیریای اون بود که منو مثلا به اینجا رسون، یا اسم میارن، یه سری اسمها پررنگه. مثلا همه ما وقتی که روز اول که اومدیم آراد، اون شخصی که کمکمون کرده، اون شخصی که راهگشای ما بوده توی اینکه جا بیافتیم توی سیستم، اسم اون یه مقدار بولده، پررنگه تو ذهنمون. پس برند یک تاجر در واقع از طریق یادداشت نوشتن میتونه خیلی بولد و پررنگ بشه در ذهن همه تاجرها، میتونه در واقع برای اونها ایجاد روابط تجاری خیلی بهتری کنه. مثلا ما خودمون الان توی بحث کامنت ها نماینده های خارجی رو هم دعوت میکنیم که بیان کامنت بذارن، چقدر هم با اشتیاق میان مینویسن و خواهش میکنم که حتما ترجمهش خیلی خوبه که ترجمه اضافه شده، حتما ترجمه کامنت هاشون رو بریم بخونیم، خیلی حرفای جالبی میزنن، یعنی انقدر دقیق میان متن رو میخونن، فکر کنی طرف خارج از ایرانه، طرف کلی فاصله داره با ما، خیلی طول چندین روز بعضیاشون طول میکشه که تا مثلا بخوایم سفر کنیم اونا رو ببینیم از نزدیک، یه پروسه خیلی طولانی مدته. بعد میاد با چه اشتیاقی مینویسه، با چه اشتیاقی میاد وبسایت رو میخونه و مینویسه و صحبت میکنه، تجربیات خودش رو انتقال میده. این خیلی مهمه، این واقعا تأثیریه که آراد توی دل اون فرد گذاشته، چون اون هیچی ندیده، ولی تاجرهای آرادی اینجا همدیگر رو دارن، آراد رو از نزدیک میبینن و این در واقع یادداشت نویسی باعث میشه که این در واقع کانکشن و ارتباط بین تاجرها و آراد خیلی پررنگتر و محکمتر بشه. و رسالت این طرح همونطور که توی خود وبسایت هم ذکر شده بود اینه که در واقع خود تاجرهای جدید بیان و کمک کنن در واقع به تاجرهای جدیدتر، که در واقع اونها رو به راه دعوت کنن، به مسیر حق دعوت کنن. دعوتی که اونها انجام میدن خیلی بهتره، خیلی تاثیرگذارتره نسبت به دعوتی که هر شخص دیگه‌ای غیر از تاجر انجام بده، چون همسنف همن، حرف هم قطعا بهتر میفهمن. حالا هزاری هم که یه کارمند 10 سال توی آراد باشه بخواد بنویسه، نوشته این کجا، تاثیر نوشته این فرد کجا، تاثیر نوشته یک تاجر که 1 سال تجارت با آراد داره میکنه کجا، اون کلید حل مشکل، اون راهکار، اون در واقع تجربه زیسته در قالب یک متن خیلی کوتاه و شیوا، خیلی سریع میتونه منتقل بشه، یه انتقال زندگی زیسته میتونیم داشته باشیم توی بخش یادداشت‌ها و این فوق‌العاده است به نظرم. درود بر شما، خیلی متشکرم ازتون. انقدر قدرت نوشتن بالاست که در حد شعار و شعاف نیست. دقیقا. این که مثلا آراد تأکید میکنه آقا خانم تاجر و همه آرادی ها لطف کنین کامنت بنویسین، جدایی از این که جهان شمول میشه که دیگه خودتون در جریان گفتگوی زرکا خانم قرار گرفتین که از خارج از این که در واقع کشور و این مرزبون میان کامنت مینویسن، نظر میدن، ساعت ها راه واقعا به اون کشورها اونا میان نظر میدن، یعنی این قدرت نوشتن است که در صفحه و سایت آراد هست. خب مثل یه کتاب در نظر بگیریم، مثل یه در واقع کتاب خیلی قطور جذاب در نظر بگیریم این صفحه رو. خب این دنیا همینه دیگه، کلن از این قاعده که نمیتونیم دور باشیم. خب دنیا دنیا ارتباطات و ما هم از این طریق میتونیم این کتاب رو که خیلی هم پرباره در اختیار دیگران بگذاریم. اما حالا نکته چی بود که میگن در حد شعار و شعاف نیست و جامعه عمل بهش میپوشونن عزیزان؟ خب ما عید سعید فطر بود، رونمایی داشتیم از کتاب استاد وحید، تجارت در قرآن، که اون رو خب تماشا کردیم، به دست شما هم قطعا رسیده. یعنی تاجری نیست که بگه هنوز من این کتاب رو دریافت نکردم، لطف دوستان بود الحمدلله تونستن زودتر برسونن و ما هم این کتاب رو داریم. در 2 میتینگ قبل که پنجشنبه ها برگزار میشه، خب الحمدلله این میتینگ هم خیلی پربار بود و جذاب بود از استاد تالیای عزیز، 1-2 هفته قبل بود که خود استاد فرمودن که دارم کتابی مینویسم که زودتر چاپ میشه و در اختیار همگان قرار میگیره. پس قدرت نوشتن اینجوری مشخص میشه. وقتی میگیم بنویسین، نوشتن خیلی مهمه. و حالا خیلی نمیخوام ورود بکنم به بحثای تخصصیش که خب بالاخره ما کارشناس داریم تو برنامه. نکته اینجاست و صحبت اینجاست که بنویسی یادت میمونه. در مذاکره هم همینطوره، ما از مهندس شعبانی بارها و بارها یاد گرفتیم. مثلا من میرم تو جلسه با مهندس شعبانی، کاغذ و خودکار دستشونه دیگه، می نویسن.
و مدیرهای ارشد دیگه‌مون هم همینن، می‌نویسن. این قدرت نوشتن تمرکز رو بالا می‌بره و این رو در واقع به شما میده که بتونیم واقعا متمرکز بشین روی موضوع و بحثمون. این از این. باید بریم آیتم ببینیم، درسته بچه‌ها؟ خیلی عمالی. ما باید یه بخش رو تقدیم عزیزان بینندمون بکنیم. یه بخشی رو که دیدیم فکر کنم حوالی ساعت 9 و ربع بود و عزیزان این بخش رو که دیدم بخش اول بود. همین سوالی که من از شما میپرسم از عزیزان مشاور تجاری ما پرسیده شده و حالا بخشی که تماشا شد قریب به 1:50 است. این هم همچنین، یعنی در دو پارت ما تقدیم عزیزان بیننده میکنیم که تماشاگرش باشن و به یک نتیجه کلی در این آیتما عزیزانمون برسن. بفرمایید ببینین و برگردید ما در خدمتیم. درود بر شما. سلام. ببینید وقتی یک تاجر مطالب سایت رو مطالعه میکنه، راجبش فکر میکنه و به لحظه بتونه کامنتی راجبش بنویسه، این نشون میده که اولا تونسته مطالبی که اونجا ارائه شده رو درست یاد بگیره و وقتی در رابطه با اون مطلب توضیحی مینویسه به بالاتر رفتن قدرت هوش لحظهش کمک میکنه. وقتی تاجران آرادی در مورد دستاوردهایی که به دست آوردن، پسی بلندیایی که طی کردن، همچنین موضوعات مختلفی که تو سایت ها میخونن بتونن کامنت بذارن، باعث میشه که دایره لغاتشون بزرگ بشه، در نتیجه بتونن مسلط‌تر صحبت کنن. زمانی که شما دارید یه چیزی رو یادداشت میکنید یا میخواین یه چیزی رو یادداشت کنین، مکتوبش کنین، اول باید یه مقدار تمرین کنین توی ذهنتون، کلمات رو کنار هم دیگه بچینین و همین موضوع یه تمرین خیلی خوبیه برای بزرگتر کردن دایره لغاتتون. اینکه جملات رو کنار هم دیگه بخواین بچینین به نظر من تمرین خیلی خوبی میتونه باشه و توی فن بیان افراد هم میتونه تأثیر داشته باشه، اونا رو تقویت کنه. ذات هر انسانی کلن دوست داره که خودش رشد کنه و به دیگران هم کمک کنه. تاجرهای ما خدا رو شکر همیشه اثبات کردن که تو صحنه هستن و دوست دارن که این کار رشد پیدا کنه. چرا؟ چون زندگی خودشون اول از همه تغییر کرد و میتونن با تغییر زندگی خودشون زندگی دیگران هم تغییر بدن و این در وجود تاجرهای ما خدا رو شکر نهادی نشده و واقعا جای تشکر داره، چون حضور فعالشون رو میبینیم و دلگرمی که میدن. از طرفی خب به نفع خود تاجران عزیز هم میشه، هم تیمی های بیشتری پیدا میکنن و این منجر به قراردادهای بیشتر برای خود اونها هم خواهد شد. به نظر من استقبال خوبی میشه، چون اگه هر کدوم از ما تاجران آرادی تجربیات خودمونو بنویسیم، با این کار در حقیقت تجربیات خودمونو در اختیار تاجرانی که تازه به جمع آراد پیوستن قرار دادیم. خب وقت شما بخیر باشه عزیزان دلم. خیلی متشکرم که این بخش رو تماشا کردین. قریب به 2 دقیقه و 1 خورده‌ای ما در خدمت شما نبودیم و این بخش تقدیم حضور شما شد که حسابی هم طرفدار داره. خب بالاخره نظر جمع ما میپرسیم و یک خرد جمعی به وجود میاد. طرحی که در سایت گذاشته شد که دیگه خودتون هم در جریانش هستین، طرح یادداشت نویسی برای خیلی از تاجرهای بزرگوار و در رابطه با این اصلا موضوع برنامه ما بود و اومدیم گفتگو کردیم در رابطه با نوشتن، اون آیدی هایی که از نوشتن ما داریم و رسیدیم به یک مجموعه در واقع سوال و الان هم میخواییم برسیم به یک جنبندی کلی. واقعا این که خب سرکار خانم رستمی چقدر از این طرح استقبال شده میشه و خب این طرح وقتی اجرا بشه چی گیره یک تاجر میاد، چی گیره آراد میاد؟ خیلی ها سری ذهنیت ها و صحبت ها یا برداشته این چنین دارن. این رو بشکافیم بزرمت. بله، به نظر من که مسلمن استقبال خیلی خوبی میشه. بله. چون طرح مثل خیلی چیشه؟ که دیگه چیزی گفتم حالا چون تر مثل
خیلی از طرحهای ببخش اتفاقی افتاد توی سن من پام در رفت اینجوری من ببخشید خیلی خستم من باید پامو اینجوری بذارم دیگه ببخش بله الان اگر نشستن من بعد من درست بشینم ببخش اینجوری خیلی بخواب همونطور که گفتم من میگم بابا اصلا خیلی خوب بشکنم بگیم واقعا دلیلشو بگیم من خود شده من احساس میکنم که مخاطب فکر میکنم اتفاقی افتادی آقا این بده خب زنده باشی اوکی بله مشکل نیست اول پس تو کاری کردی؟ نه اوکی خیلی همونطور که میدونیم خب مثل خیلی از طرح‌های دیگه قطعا از این طرح قراره بازدید بشه استقبال بشه چون طرح فکر شده ایه و مقدمه این طرح توی کامنت هایی که دوستان تا الان گذاشتن در واقع انگار گرم شدن اتفاق افتاده استارت زده شده اون جرقه زده شده پس به واسطه کامنت نوشتن و کامنت خوب گذاشتن بچه ها خیلی خیلی حرفه‌ای میتونن توی بحث یادداشت نویسی وارد بشن چون که آمادگیش رو همه دارن توی کامنت ها حالا اگه توی کامنت ها اگه ما بخونیم هر روز دنبال کنیم کامنت ها رو میبینیم که انتقال تجربیات و اون اتفاقی که در واقع توی یادداشت نویسی باید اتفاق بیفته توی بحث کامنت نوشتن خیلی وقته که اتفاق افتاده و خیلی وقته که اجرا شده به خاطر همین قطعا اتفاق خوبی قراره بیفته قطعا استقبال خیلی خیلی زیادی خواهد شد از بین تاجران با تجربه چون تاجرهای ما خدا رو شکر میدونن بر اساس در واقع اون تجربه که خودشون دارن و بر اساس اون دانشی که خودشون توی این مدت کسب کردن میدونن که چطور میتونن مثمر ثمر باشن هم برای خودشون هم برای آراد و هم برای تاجرهای جدید الورود که اتفاق خوب و هوشمندانه رو براشون رقم بزنن بنابراین پیشبینی همه ما قطعا همینه که استقبال خیلی خوبی از این طرح خواهد شد و اتفاق خیلی خوبی خواهد افتاد قطعا یادداشت هایی خواهیم دید که پیرو اون یادداشت ها کامنت های خیلی هوشمندانه و خیلی دقیقی خواهد بود من اون روزی رو میبینم که مثلا یک تاجر چند ساله ما اومده یک انتقال تجربه انجام داده در قالب یادداشت و یک تاجر جدید الورود توی بخش کامنت ها اومده و نوشته که واقعا تاثیرگذار بوده توی تغییر مسیر زندگی و مسیر تجارتش چون در واقع اومده اون چالش هایی که تو زندگی بهش برخورد کرده توی زندگی آرادی و توی تجارت خودش با آراد رو اومده به اشتراک گذاشته و همین باعث میشه که در واقع اون تاجر جدید الورود ما در واقع اون اتفاق مثبت براش بیفته پس قطعا استقبال خیلی استقبال خوبی خواهد بود این رو مطمئن هستم و انشالله طرح پابرجایی خواهد بود تا مدت‌های زیاد که این انتقال تجربیات انجام بشه حالا استارتش با یاد داشته شاید در قالب اتفاقات دیگه هم باشه و به نظر من خیلی به نظرم طرح هوشمندانه و خیلی دقیقیه حالا ببینیم که نتایجش کی در واقع میخواد اتفاقات مثبت رو روی سایت رقم بزنه خیلی هم عالی. درود بر شما. بحث حالا نوشتن و نمیدونم نویسندگی و اینها اومد. خوبه یه شعر خوشگلم براتون بخونم. یعنی در کنار همه اینها ما این اتفاق قشنگ هم داشته باشیم. یعنی در کنار نوشتن شعر هم بخونیم. و میگم چرا این شعر رو میخوام بخونم الان بهتون میگم. شاعر میگه شعر ما اقتصاد دیگر هیچ. پس چی شد؟ شعر ما اقتصاد دیگر هیچ. مشخصه که یک شعری برای ما آرادی هاست. شد تجارت نماد دیگر هیچ. دغدغه مردم است و ثروتشان. شیوه بر عدل و داد دیگر هیچ. شهر آراد شهر آموزش. اصل او دل شاد دیگر هیچ. اصل او زندگی است یک جو عقل. این همه هیچ و ما پی هیچ صد هزاران سواد دیگر هیچ شعر هم گشته باد دیگر هیچ همه ما تاجریم شاعر نه شاعر قوم عاد دیگر هیچ این شعر زیبا و قلم زیبا برای تاجره چقدر قشنگه پس ببین بله فوق‌العاده است یعنی شاعر بودن در آراد دارن این رو رشد میدن و یه شب هم گفتم ما در زمینه شاعری هم خودکفا شدیم
و برای همینه که خیلی دوست دارم در این لحظات با یک آدم اهل قلم و اهل شعر گفتگو بکنم. اونم کسی نیست جز عزیز دلم جناب آقای لاهوتی، از اون دسته از افرادی که نه سیمای مبارکش رو دیدم نه باهاش برخورد داشتم و صرفا شعرهاش رو قرائت کردم در این برنامه که لطف داشتن عزیزان به من رسوندن شعر رو و من هم برای شما خوندم. پس میریم به سبزوار و گفتگو میکنیم با آقا رضای لاهوتی عزیز و بزرگوار و دوست داشتنی با اون قلم خیلی شیوا و درجه یکش که امشب برای ما صحبت خواهند کرد. و سلام میکنم به روی ماه شما قربان. سلام علیکم. احبه حال شما چطور؟ شب همگی بخیر. اصلا چهره ماشاءالله دوست داشتنی جوون عالی، ماشاءالله به شما. حال شما چطوره؟ خوبین؟ سلامت ان شاءالله قربان. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان آرادیان عزیز و جناب آقای تحویلدار سید گرامی عزیزی مجری مهربان. سلامت بشین. سلامت بشین قربان. حال شما چطوره؟ خوب هستین ان شاءالله؟ سلامت باشین. ممنون. بزرگوار شما. سلامت بشین. آقا ما شعرهای شما رو جان صدای شما رو میشنویم. ما مخلص شماییم، ارادتمند شماییم. شعرهای شما در دو سه شب برنامه قرائت شد و خوانده شد برای مخاطب. مخصوصا همین الان که این شعر رو برای عزیزان بیننده خوندم خودم کیف کردم، چه برسه به بیننده. البته ببخشید با این صدا خونده شد شرمنده شما، ببخشید. ما دوست داشتیم که فقط برسه این شعر به سمع عزیزانمون و شما خب یک نویسنده این، شما یک کسی هستین که بالاخره تحریر داشتین، قلم شیوایی داشتین. چیه اصلا، چجوریه یک شخصی می نویسه بعد وارد تجارت میشه و چجوری گل میکنه؟ این رو برای ما بگی. عرض حضور مبارکتون که من خب شغل اصلیم دامپزشکم، منتها توی دانشگاه ما یک سری فعالیت های فرهنگی داشتیم که تو اون فعالیت فرهنگ آروم آروم ما گرایش پیدا کردیم به سمت نوشتن و شعر و ادبیات. بله. منتها اون چیزی که مسلمه یه جمله رو در انجیل اومده که میگه در ابتدا هیچ نبود. بله. کلمه بود و کلمه جسم گردید. حالا ما معجزه جاویدی داریم در دین خودمون به نام قرآن. بله. من فکر میکنم این استراتژی که آراد برندین در مورد کامنت ها انجام داده یک استراتژی خیلی بنیادی و عمیقه. یعنی تاجرها اگه اونو ساده نگیرن و بهش توجه کنن، چون تفکر، تعقل و تذکرشون قوی میشه، یعنی دقیقا همین آموزش هایی که استاد تالیا داره میده. بله. یعنی تمام سیستم مغزی آرام آرام با این کامنت ها و نوشتن ها تقویت میشه و وقتی که این اتفاق میفته یه تحولی در سیستم تجاریشون ایجاد میشه. خوشبختانه آراد برندین اومده یک سیستمی رو ایجاد کرده که به نظر من اگر آرام آرام هنرمندها و نویسنده ها گرایش بده و حتی دانشمندها گرایش پیدا کنن در این سیستم تجاری حضور پیدا کنن، اصلا یه انقلابی در ایران به نظر من ایجاد میشه. یعنی این موضوع کامنت ها رو که من الان میبینم و رصد میکنم، مثلا یه نکات خیلی ریزیه اما برای ما که سالها تو این زمینه بودیم خیلی جذابه. آراد برندی میگه که هر تاجر یه نوری داره. واقعا این کلمات خیلی استراتژیکه و من فکر میکنم توجه کردن به این موضوع کامنت ها کمترین نفعش برای خود تاجره. یعنی آرام آرام درون تاجر رو روزانه، و جالب اینه که کار خیلی پیچیده و سختی نیست، چون هر روز به اندازه یکی دو خط آدم میاد تمرین ذهنی و فکری میکنه، آرام آرام این ذهنش خیلی قوی میشه برای ارتباط برقرار کردن. کاملا درسته، ماشاءالله به شما.
خدای عوضتون کنه آقای لاهوتی. از این شعرهای قشنگ قشنگ و خوشگل خوشگل برای ما بفرستین، کما اینکه در مقالات سایت در بعضیاش دیدم که شما خوب کامنت گذاشتین در رابطه با موضوعات مختلف، حالا ابیاتی و با در واقع قلم خودتون نوشتین و برای عزیزان دلمون گذاشتین. من هم در این برنامه استفاده میکنم، یعنی من عاشق شعرم و دوست دارم و مخصوصا شعرهای قشنگ شما و اون شعرهای نابتون رو در واقع بخونم. خیلی هم خواهش میکنم. شما البته آقای تحویل لطف دارید به من، اما خب حالا ما خیلی امتیاز خاصی که نداریم، اما یه ویژگی که میتونه برای ما برمقام بیاره اینه که تو زمینه تجارت چون داریم فعالیت میکنیم، این میتونه برای ما یه امتیاز باشه. قطعاً هم میتونه، یعنی خود یه تمرینیه هم برای گسترش تجارت، هم برای سرسامان دادن به زندگی فردی خودش، اون شخصی که تو این قضیه پیگیری میکنه. قطعاً همینطوره. خیلی متشکرم قربان، شب شما بخیر باشه. خدا نگهدار. شب شما هم بخیر. زنده باشین. خدا نگهدار. ساعت 21:52 چیزی حدود 7-8 دقیقه دیگه مونده به پایان برنامه در خدمت شما هستیم. برسیم به جنبندی گفتگو و در خدمت سرکار خانم رستمی بزرگوار بودیم که ایشون در رابطه با موضوع نوشتن و نویسندگی و در واقع کامنت گذاری و کامنت نوشتن و اینها صحبتهایی کردن و در خصوص اون طرحی که در سایت هست که عزیزان یادداشت‌هایی رو می‌نویسن و شما عزیزان بالاخره باید یادداشت نویسی رو داشته باشین در کنار در واقع همه فعالیت‌هایی که انجام میدین، چه در روزمره‌تون چه در آراد و در خیلی از موارد دیگه، این رو بهش اهتمام داشته باشین که در کارتون انشالله قوی‌تر باشین و میگم اون دایره لغات، اون ادبیات و اینها به کل عوض میشه با نوشتن و خیلی هم اهمیت داره و دیگه در کلام خدا و در قرآنش این هم رصد کردیم که 4 بار نام قلم در این کتاب آسمانی اومده که باید خیلی ویژه تر ما بهش نگاه کنیم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم. متشکرم. برای حسن ختام اگر نکته‌ای، صحبتی، اگر مطلبی هست ببینند آن بگین. ما در خدمت شما. بله حتما، خیلی ممنونم. و خب برای یه نکته‌ای رو دوست داشتم در مورد صحبت کنم. نکته‌ای بود که جناب لاهوتی اشاره کردم و من تو صحبتام دوست داشتم به این نکته هم خیلی اشاره کنم. حالا توی جنبندی میگم اینکه کامنت نوشتن و کلا نوشتن، انتقال تجربیات روی کاغذ یا توی بخش کامنت ها چه تأثیری میتونه توی فن مذاکره اون تاجر بذاره. مثلا من خودم به عنوان یک مذاکره کننده بین الملل، روز اولی که اومده بودم آراد، این بحث کامنت گذاشتن واقعا مثلا سخت بود برام. من نمیتونستم مطلب بنویسم، مثلا کامنت سایت رو میخوندم، خبر سایت رو خیلی سخت میتونستم 1-2 خط بنویسم، اوایل که در حد چند کلمه بود. ولی الان به واسطه اینکه خیلی خبر خوندم، هزاران خبر خوندم و در واقع با کلی آدم صحبت کردم، راحت تر میتونم بنویسم. یعنی به واسطه خوندن سایت، نوشتن کامنت یا حالا تو همین بخش یادداشت ها نوشتن تجربیات، تاجرها قطعاً ماهرتر میشن توی صحبت کردن. چون کامنت گذاشتن و یادداشت نویسی یک جورهایی بداهه‌گوییه، بداهه‌نویسیه. یعنی خب همون لحظه شما نمیتونید ساعت ها بیاید وقت بذارید یه کامنت بنویسید. میخونید و سری مینویسید کامنتتون رو. اون ویدیو رو میبینید، نظرتون رو مینویسید. و همین سری منتقل کردن دیده ها و خوانده ها و شنیده ها به متن و برداشت خود تاجر و کارمند و همه آدما منجر به این میشه که اون هماهنگی بین قوه دیداری، قوه تفکر و صحبت خیلی خیلی تقویت بشه. یعنی الان کارمندها و تاجرهایی که دیگه بالای 6 ماه هستن قطعا راحت تر میتونن بنویسن. یعنی شما بهشون یه خبر سایت رو بدید، مثلا 5 دقیقه وقت بدید که فقط خبر رو چک کنن و بعدش بنویسن، سریع میتونن در عرض چند دقیقه یک کامنت خیلی خوب پربار مرتبط با مطلب بنویسن، چون این مهارت در اونها تقویت شده و این تقویت قطعا منجر میشه که صحبت اونها بهتر بشه. یعنی تاجرها
میخونه. خب مطالب خیلی مهمی توی وبسایت بارگذاری میشه، خیلی نکات مهم، آپدیت های جدید، استراتژی ها، خیلی از مثلا درد و دل ها، نکات خیلی مهمی بارگذاری میشه و با خوندن اونها و سری برداشت نوشتن یا تو بخش یادداشت ها نوشتن، قطعا اون تاجر میشه تاجر، قطعا اون تاجر میشه حرفه ای تر، همون ورژن خفنی که گفتیم به اون ورژن بهتر از خودش قطعا راحت تر تبدیل میشه. پس یکی از راه های تقویت در واقع مهارت های اون تاجر خواهد بود کامنت خوب نوشتن و فعال بودن در بخش یادداشت ها. خیلی متشکرم. متشکرم از شما. محبت فرمودین، زنده باشین. اما عزیزان بیننده، جهت یادآوری مجدد عرض میکنم خدمتتون. شب ولادت امام رضا علیه السلام، امام رؤوف و مهربانمون، میشه 30 اردیبهشت ماه، یک شنبه شب ما در خدمت شما هستیم. برنامه حوالی ساعت 8 شب آغاز خواهد شد و خیلی از عزیزان چهره و بهتر بگم نامدار در کشورمون، نمیخوام از واژه سلبریتی استفاده بکنم، و هنرمند در کشورمون تشریف میارن. یک شب رو آرادی ها در کنار اونها و اونها در کنار ما آرادی ها میگذرونن. خیلی برنامه قشنگ و دوست داشتنی رو انشالله میخواییم در واقع تقدیم شما عزیزان بکنیم. دوست داریم حضور گرمتون رو در این مراسم و انشالله به مدد امام رضا علیه السلام و زیر سایه حضرت معصومه یه جشن در واقع در شأن شما رو داشته باشیم و امام رضا علیه السلام رو هم از ما قبول بکنن. ما دوست داریم این اتفاق مبارک رو و گوشه چشم امام رؤوفمون رو داشته باشیم. خیلی هم عالی است. پس شب ولادت با سرسعادت امام رضا علیه السلام ما در خدمت شما هستیم در سالن همایش قدیر. انشالله با خانواده تشریف بیارین. جمع فوق‌العاده است که انشالله یک جشنی قشنگتر و بهتر از مراسم قبلی داشته باشیم. هر جشنی بالاخره شیرینی و نمک خودش رو داره. جشن قبل رو اگر شرکت کردین که خوشا به سعادتتون، حال کردین اصلا، یه جشن قشنگ بود. این یکی هم قول به شما میدم که یه برنامه خوشگل رو ترتیب ببینیم و شما هم دوستش داشته باشین و خب طبیعتاً از طریق این دوربین ها و پخش زنده این برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد. اما به رسم ادب و احترام لوحی رو داریم هر شب تقدیم عزیزان مهمانمون میکنیم و قول به ما میدن جایی میگذارن این لوح رو که حتما تماشاش بکنن و جلوی چششون باشه. سکر خانم رستمی خدمت شما. خیلی ممنونم. خیلی زنده متشکرم. بزرگ واقعا شما. زیبا و با ارزش. سلامت باشین. خواهش میکنم. اما در پایان این برنامه هم سلام بدیم به عزیز دل امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه، که سایه‌شون همیشه به سر ما مستدامه و میگم که ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم، بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند آنیم، گر برانند و گر ببخشایند، ره به جای دیگر نمیدانیم، چون ما گدایان خیل سلطانیم، شهربند هوای جانانیم. السلام علیک یا فاطمه المعصومه. شب بخیر.